آخرین خبرها در یک نگاه دیوید چنکر دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک طی بیانیه‌ای حمله به تظاهرکنندگان کنندگان عراقی را محکوم کرد و خواهان توقف این اقدامات جنایتکارانه و مجازات عاملان آن شد وی بر حمایت آمریکا از حقوق دموکراتیک شهروندان عراقی تاکید کرد به گزارش سازمان حقوق بشر اراق از زمان شروع قیام در عراق از ماه مهر تا کنون بیش از 600 تن توسط نیروهای حکومتی و مزدوران آن کشته و 17 هزار نفر مجروح شدند. کلیکرافت کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست توجیهی شورای امنیت ملل متحد گفت حدود یک میلیون سوری در 90 روز گذشته مجبور به فرار از خانه‌هایشان شدند یک میلیون نفر در 90 روز سوال من این است ما تا چه زمانی این خبرها را تحمل خواهیم کرد تهاجم نظامی کردن تهاجم نظامی گردنکشانه رژیم اسد رژیم ایران حزب الله و روسیه مغایر با تلاش های سازمان ملل و شورای امنیت برای تسهیل روند سیاسی در سوریه محسوب می شود One million people in 90 days. And so I ask, how much longer will we tolerate these headlines? The unyielding military campaign of the regime, Russia, Iran, and Hezbollah, amounts to a wholesale rejection of UN and Council efforts to facilitate a political process in Syria. Candidly, it is. A جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران با انتشار گزارشی از کشتار گسترده در قیام آبان 98 ابراز نگرانی عمیق کرد و این نوشته است از ابعاد کشته شدگان و میزان جراحات و بدرفتاری با دستگیر شدگان شوکه شده است جاوید رحمان خواستار تحقیقات مستقل و بیطرفانه در این باره شد و با آزادی همه دستگیر شدگان در این قیام فراخواند. داد آخون ناطق نوری با نگرانی از کسادی نمایش انتخابات گفت قهر کردن با صندوق رأی نه تنها نتیجه این مطلوب نخواهد داشت بلکه باعث پیشروی جریانهای افراطی داخل و خارج کشور و رشد نیروهای معاند است روز چهارشنبه نیز حسام الدین آشنا مشاور آخوند روحانی گفته بود قهر با صندوق رأی قهر به معنای افزایش تحریم افزایش احتمال حجوم نظامی و افزایش عملیات تخریبی مجاهدین است. وزارت بهداشت رژیم آخوندی اعلام کرد آزمایش ها نشان می دهد در شهر قم دو مورد جدید و در عراق یک مورد مبتلا به ویروس کرونا مشاهده شده. کیانوش جهانپور از کارگزاران رژیم گفت هر سه بیمار تابعیت ایرانی داشته و فرد مبتلا در عراق نیز ساکن قوم و از همکاران پزشک ماست. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعتراف کرد دو فرد مشکوک به ویروس کرونا در شهرستان بابل شناسایی شدند. مصطفی جوانیان روز پنجشنبه به خبرگزاری رسمی رژیم گفت این دو فرد همکنون در قرنطینه قرار دارند و نمونه‌گیری از آنها در حال انجام است. رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد گفت صدها هزار نفر از مردم سوریه در حال فرار از تهاجم رژیم اسد در شمال این کشور هستند. این در حالی است که کودکان آواره در سرما و یخبندان در حال جان باختن می باشند. صدها هزار آواره سوری در منطقه کوچکی در نزدیکی مرز ترکیه به شکل فشردهی تحت شرایط هولناکی قرار دارند. من روزانه گزارشاتی از جانباختن کودکان در اثر سرما دریافت می کنم. ارزش ریال کاهش یافت و دلار به مرز پانزده هزار تومان رسید. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد روز پنجشنبه نوشت نرخ دلار به چهارده هزار و, چهارصد و هشتاد تومان رسید. بازار طلا، سکه و ارز در نخستین روز از اسفند ما شاهد رشد نسبی قیمت هاست. این بود در یک نگاه این ساعت خدا نگهدار.